جنگیم، بجنگ تا بجنگیم، ما بچه های جنگیم. به برنامه بجنگ تا بجنگیم خوش اومدید. در ادامه برنامه قبلی امروز بهتون نشون میدیم که چطور در برابر چاقو از خودتون دفاع کنید. Welcome to MMA Surge. با ما همراه باشین تا تاکتیک هایی رو برای مقابله با چاقو بهتون نشون بدیم. این چاقو واقعیه، اما شما نباید از چاقو واقعی برای تمرین استفاده کنید، چون خیلی خطرناکه. به جاش از چاقوی تمرینی که تو بازار هست استفاده کنید، یا یه چیزی خودتون بسازید. وقتی توی یه درگیری با چاقو از طرف دشمنتون مواجه میشین، قبل از هر چیز باید آرامش روحی خودتون رو حفظ کنید. حتی ممکنه چاقو به شما آسیب برسونه، ولی باید به جنگ ادامه بدین، چون بحث مرگ و زندگیه. حتی وقتی خونریزی پیدا کردین، تحرکتون رو حفظ کنین و حمله کنین. همچنین اینو بدونین که وقتی یکی چاقو داره، فقط یه سلاح داره، ولی من دست، آرنج، پا و زانو دارم که میتونم حمله کنم. بنابراین اون فقط چاقو رو میچرخونه، مشت و لگد نمیزنه. بنابراین تنها چیزی که شما باید روش تمرکز کنین دستشه. الان سه حالت آموزش میدیم: دفاع در برابر چاقوی تراشنده، دفاع در برابر چاقو از مقابل و از بالا. حالت اول، وقتی یکی چاقو داره، شما باید مقداری فاصله بگیرین. اونقدری که وقتی دستشو دراز میکنه چاقو بهتون نخوره. بنابراین باید تو چنین فاصله ای قرار بگیرین. وقتی یکی چاقو رو میگردونه، باید چنین حالتی بگیرم تا چاقو نخورم. وقتی چاقو رو میگردونه باید عقب بکشم. باید خیلی مواظب باشم، اما در عین حال نباید زمان رو از دست بدم. درست موقعی که چاقو از جلوی بدنم رد شد، پشت چاقو رو به روی منه. همین لحظه باید دستشو بگیرم و درگیر بشم. درست وقتی از وسط رد شد، میتونم مچشو بگیرم و بپیچونم و چاقو رو در بیارم. حالا من براش خطرناکم. دوباره نشون میدم. وقتی چاقو از جلوی بدنتون رد شد، باید وارد عمل بشین. میتونین از هر کدوم از دستتون استفاده کنین. با دست راست بگیرین یا با دست چپ. مهم اینه که چاقو رو از بدنتون دور کنین. الان من با راست میگیرم. وقتی دستشو گرفتم، دست بعدیمو از پایین میارم. مچشو میگیرم، میپیچونم و چاقو رو در میارم. دوباره چاقو رو میگردونه، میگیرم، با دست بعدی اونقدر میپیچونم که مچش قفل شه و چاقو رو در میارم. دوباره چاقو رو میاره، میگیرمش، مش رو کنترل میکنم. اینجا میتونین هم با آرنج ضربه بزنین، هم با زانو. لگد توی صورتش یا به پاهاش، یا اینکه فشار بیارین و بخوابونینش زمین و چاقو رو در بیارین و ازش فاصله بگیرین. این مال حالتی بود که با دست راست گرفتم. حالا با دست چپ چاقو رو میاره، اینجا رو میگیرم، با دست راست مچش رو میپیچونم، با کمی فشار دستش باز میشه و چاقو میفته. فشار میارم، حمله میکنم و چاقو رو برمیدارم. این پایه دفاع در مقابل این حرکته. گاهی اوقات دشمن چاقو رو میاره و دوباره برمیگردونه. حرکت همون حرکته. کنترل مچ، کنترل دست، گرفتن چاقو و فاصله گرفتن. بعد میشه با چاقو حمله کرد یا تهدیدش کرد. Or clearing your space, say, hey, guy, you're not gonna rob me.
شیوه دومی که با چاقو حمله میکنن حمله از روبروه. اولین کاری که میکنم فاصله گرفتن. دستشو میذارم کنار. باید چاقو رو از مسیر مستقیم منحرف کنم. مچشو میگیرم و چاقو رو در میارم. یک بار دیگه. چاقو رو میاره. با کف دست یا ساعد از مسیر خارج میکنم. حالت دستمو ببینین. فاصله انداخته. با دست دیگه مچشو میگیرم. میپیچونم و چاقو رو در میارم. حالا از یه طرف دیگه اینطوری ضربه میزنم، مچشو میگیرم، ضربه میزنم، اما همیشه دستمو صاف نگه میدارم که چاقو نزدیکم نشه. آرنج میزنم، چاقو رو میگیرم، باش حمله میکنم تا دستش از کار بیفته. شیوه دیگه ای که با چاقو حمله میکنن ضربه از بالاست. چاقویی که از بالا میاد خیلی خطرناکه، چرا که ممکنه به گردن یا صورت بخوره. بنابراین باید خیلی مواظب باشین. وقتی یکی از بالا حمله میکنه باید بهش نزدیک بشم، نباید عقب بکشم. میام داخل، حرکتش رو سد میکنم، خودم رو بیرون میکشم، همزمان مچش رو میپیچونم و دستش رو میارم تا زمین. چاقو رو میگیرم، دستش رو قاچ میدم. همیشه اگر فرصتی پیش میاد از چاقو استفاده کنیم. یه بار دیگه. مثلا چاقو رو میگیرم، اینطوری ضربه میزنم. بدنش، پاش، گردنش. این جون شما رو نجات میده. یه بار دیگه. حمله میکنه، دفاع میکنم. حرکت بعدی، مشش رو میگیرم، میپیچونم. چاقو رو در میارم و ضربه میزنم و خلاص. خب، شما سه روش های پایه رو یاد گرفتید. باید این حرکات رو تمرین کنین تا مسلط بشین و بتونین از خودتون دفاع کنین. یادتون باشه که برای تمرین با دوستتون از چاقوی تمرینی که پلاستیکی استفاده کنین. تمرین بیشتر جون شما رو نجات میده. از اینکه با ما همراه بودید متشکرم. خدا نگهدار. بجنگیم! بجنگیم! ما بچه های جنگیم!